<applause> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بینندگان عزیز و گرامی باز هم در خدمت شما هستم از سلسله برنامه های رهنمود سنت و موضوع ما همچنان موضوع تبرک است و در این برنامه می خواهیم در مورد تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت بکنیم و اقسام تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم به خدمت شما بینندگان عزیز مطالبی را بیان بکنیم اما قبل از آن اجازه دهید که مقدمه کوتاهی در یک موضوع داشته باشیم و آن این که این را بدانید الله سبحانه و تعالی در وجود بعضی از بندگان خود که از جمله آنها رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند خیر و برکتی را الله تعالی قرار داده که این خیر و برکت قابل انتقال نیست فقط الله سبحانه و تعالی این خیر و برکت را برای شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم داده و قابل انتقال نیست و قابل انکار هم نیست بناهن الله سبحانه و تعالی یک سری خیر و برکت های چنان چی ما گفتیم در اوائل برنامه هایی که در مورد بحث تبرک صحبت کردیم الله تعالی گفت بیدی خیر همه خیرها و همه برکتها از جانب الله و توسط الله و از دست الله سبحانه و تعالی است چیزی نمیتواند از اینها بیرون باشد این برکت را خداوند متعال در وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته که در وجود دیگر اشخاص نگذاشته که انشاء الله ما این را بحث مفصلی در موردش صحبت خواهیم کرد ولی این را بدانید که این برکت و این خیری که خداوند جل جلاله در وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود نازنین و مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته این برکتی است که فقط الله تعالی داده در مورد تبرک نمودن به رسول الله صلی الله و سلم یا طلب خیر کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم از وجود پیامبر یا از رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم در واقع می تواند به دو دسته تقسیم بشه یک نوع تبرک تبرک معنوی هست تبرک معنوی مثل رسالت مثل چنگ، مثل عمل کردن به رسالت پیامبر ایمان آوردن به رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم این خودش نوع تبرک است تبرک به رسول الله صلی الله علیه و نوعی دیگر تبرک تبرک حسی هست که تبرک به ذات و به آثار پیامبر صلی الله علیه وسلم میشه که هر کدام از اینها خود از خود توضیحاتی داره اول ما میپردازیم به بحث تبرک معنوی یا همان تبرک که بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم و با آن چی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردن و تبعیت کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا وجود پیامبر رحمت است الله سبحانه و تعالی خودش در قرآن عظیم و میگه و ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین ای پیامبر ما تو را نفرستادن مگر رحمتی برای عالمیان برای انسان ها برای جنیات برای حیوانات برای همه و همه پیامبر برکت است وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و سلم سراسر خیر و برکت است و نوع برکت معنوی همانا فرستادن شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم بر رسالت و چنگ زدن به رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم هست کسی که میخواهد تبرک به پیامبر علیه الصلا و بجویه باید این که این انسان از پیامبر صلی الله علیه وسلم مطابعت بکنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم پیروی بکنه تا این که به خیر و برکت و فلاح و رستگاری دنیا و آخرت نائل بشه از جمله خیر و برکت هایی که از پیروی کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم هست اینه که الله تعالی میفرماید در سوره مبارکه آل عمران آیه 31 قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله بیننده ای گرامی خوب توجه داشته باش قل ان کنتم الله میفرماید پیامبر بگو ان کنتم تحبون الله اگر شما الله را دوست دارید فتبعونی از من پیامبر متابعت بکنید وقتی که انسان از پیامبر متابعت کرد الله چیکار میکنه یحببکم الله الله این انسان را دوست خواهد داشت الله شما را دوست خواهد گرفت چی زمانی زمانی که شما از رسول او پیامبر صلی الله علیه و سلم متابعت بکنیم و پیروی بکنیم اینجاست که الله شما را محبوب خود میگیرد الله شما را دوست خواهد داشت و همچنین ویغفر لکم ذنوبکم اگر شما از پیانبر صلى الله علیه وسلم مطابعت کردیم اگر شما از رسول الله صلى الله علیه وسلم پیروی کردیم و یغفر لکم ظنوبکم الله تعالی گناهان شما را میآمرزد گناهان شما را مغفرت میکند میبخشد این خیر فراوانی است این برکت بزرگی است که الله سبحانه و تعالی برای کسانی نصیب می کند که آنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب قلبها و پیامبر محبوبمان و رسول الله صلی الله علیه و سلم که همانا محبوب ذات پروردگار متعال هستند کسی از ایشان مطابعت بکند پیروی بکند الله سبحانه و تعالی به او این خیر و برکت را نصیب می کند که الله او را به عنوان دوست میگیرد، الله او را دوست میدارد و همچنین گناهانش را عفو می کند می بخشد. این خیر و برکتی است که الله سبحانه و تعالی فقط و فقط برای کسانی نصیب می کند که آنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم مطابعت بکنند و این خودش تبرک جستن هست این نو تبرک یعنی طبیعیت از پیانبر صل الله علهوسلم پیروی کردن از دستورات پیانبر صلى الله علیه وسلم آنچه را که پیامبر علیه اصلاه واسلام برای ما لازم دانستند پیروی کردن از دستورات پیانبر صلى اللهعلهوسلم این تا روز قیامت وجود داره بناعا می توان گفت که این نو تبرک یعنی تبرک معنوی به رسول الله صلی الله علیه و سلم که همان تبعیت از ایشان می باشد تا روز قیامت برای فرد فرد مسلمان هست تا روز قیامت برای فرد فرد مسلمان لازم است که به این نوع برکت در واقع جستجو بکند این نوع برکت را و طلب بکند این نوع برکت را که برکت به تبعیت از رسالت پیامبر علیه صلات و السلام و از اینکه پیامبر علیه السلام چیزی را دستور فرمودند انسان اطاعت بکند این نوع تبرک تبرک است که تا روز قیامت برای فرد فرد وجود دارد و باید به این نوع تبرک بجویند این را میگویند تبرک به پیامبر علیه السلام تبرک معنوی اما نوع دیگری در اینجا وجود دارد که تبرک در واقع حسی هست تبرک حسی این نوع تبرک تبرکی است که به ذات پیامبر علیه صلات و السلام و به آثار پیامبر علیه صلات و السلام می شود که هر کدام از خود توضیحاتی دارد ما در اینجا آنچه که در مرحله اول می خواهیم اشاره بکنیم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم به عنوان خیر و برکت برای امت خود اعطا شدند وجود پیامبر وجود نازنین پیامبر علیه الصلاه و السلام سراسر برکت و خیر هست ذات پیامبر سراسر خیر و سراسر برکت هست مثلا تبرک جستن صحابه ما در زمان صحابه و در زمان حیات پیامبر صلى الله عليه وسلم دلائل مستدل ودلائل دلائل قوی و موثق مورد كي صحابه رضوان الله عليه مجمعين به ذات پیامبر الله عليه وسلم بوجود مبارك وجود مبارك و به جسم مبارک پیامبر علیه الصلاه و السلام تبرک جستند مثلا آنچی دلالت بر این میکنه که صحابه رضوان الله عليه مجمعين به جسم مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم تبرک جستن حدیثی است که در صحیح بخاری آمده که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها این حدیث را روایت می که بنده از بیان این حدیث از شما معذرت میخواهم نمیتوانم که کل احادیث را در این مورد بیان شده به خدمت شما بیان بکنم فقط میگویم که در صحیح بخاری در فلان جا این مطالب بیان شده و عزیزان می توانند که مراجعه بکنند این حدیث این روایت که دلالت بر این می کند که صحابه به جسم پیامبر و جسم مبارک پیامبر علیه صلات و السلام تبرک می در صحیح بخاری آمده بر روایت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها این حدیث در صحیح بخاری روایت شماره 4439 و همچنین این که صحابه به دستان مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم به دستان لطیف و مبارک و معطر پیامبر علیه الصلاه و السلام تبرک می جستند دست پیامبر را می و از دست پیامبر علیه الصلاه و السلام برایشان طلب در واقع خیر و برکت را از آن طلب می کردند. یعنی چی یعنی خداوند متعال این خیر و برکت را در وجود پیامبر نهاده نه که پیامبر یا دست پیامبر این خیر و برکت را بدهند بلکه خداوند جل جلاله لطف کرده به پیامبر و این خیر و برکت را در وجود نازنین پیامبر علیه السلام گذاشته تبرک صحابه رضوان الله علیه مجمعین به دست مبارک پیامبر علیه صلات و السلام و به دستان مبارک پیامبر علیه السلام در باز هم در صحیح بخاری آمده بر روایت ابو جحیفه در صحیح بخاری روایت شماره 3553 و همچنین اینکه صحابه رضوان الله علیه مجمعین از وجود پیامبر علیه صلات و السلام برایشان تبرک می جستند. روایات متعدد و فراوان در کتب حدیث وجود داره که فقط بنده به دو حدیث از احادیث صحیح بخاری استناد کردم که یکی به وجود پیامبر یعنی در کل و یکی دیگه هم به دستان مبارک پیامبر علیه صلات و که تبرک جستند صحابه رضوان الله علیه مجمعین و همچنین صحابه رضوان الله علیه مجمعین با آثار پیامبر علیه صلات و السلام همچنان تبرک جستند که انشاء الله بعد از میان برنامه به خدمت بینندگان عزیز این مطالب را هم بیان خواهم کرد حالا اجازه بدید که میان برنامه بگیریم و بعد از میان برنامه به خدمت شما خواهم بود وسال حق از قرآن و قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم کیف بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید بگو الله به سوی حق هدایت می کند آیا کسی که به سوی حق ادایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت میابد که او را هدایت کنند شما را چه شده؟ چگونه داوری کنید؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بله بینندگان عزیز در مورد تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت می کردیم آنچه که به ذات پیامبر علیه, علیه و و به وجود و جسم مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم به دستان پیامبر و به جسم مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم مواردی به خدمت بینندگان عزیز بیان کردیم حالا می به بعضی از مطالب دیگر و به بعضی از آثار پیامبر علیه صلی علیه و سلام که صحابه ردوان الله علیه مجمعین در واقع تبرک می جستند به آثار رسول الله صلی الله علیه و سلام و همچنان با آنچه که از وجود رسول الله صلی الله علیه و بوده مثلا ما روایتی باز هم در صحیح مسلم داریم بر روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه که برای ما ثابت می کند که صحابه رضوان الله علیه مجمعین به موی مبارک پیامبر علیه سلام و تبرک جستند مثلا حدیثی که بیان میشه این است که رسول الله صلی الله علیه و وقتی در منا بودند وقتی سر مبارک را تراشیدند موهای خود را در میان صحابه تقسیم کردند و هر کدام از صحابه از موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتند و در نزد خود نگه داشتند این در واقع برای ما این را میرسانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خودشان مخالف این موضوع نبودند بلکه پیامبر علیه صلات و السلام هم سکوت میکردند یا اینکه گاهن ترغیب و تشویق کردند نسبت به این موضوع صحابه رضوان الله علیه مجمعین موی مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را میگرفتند و به او تبرک میجستند چون الله سبحانه و تعالی در او خیر و برکت نهاده و الله تعالی جل جلاله خیر و برکت در موی مبارک پیامبر صلی الله علیه و وسلم گذاشته است این حدیث در صحیح مسلم آمده به روایت حضرت انس روایت شماره 1305 و همچنین روایت دیگری که در این مورد آمده در مورد تبرک جستن به پیامبر علیه الصلا و السلام این است که حضرت اسما بنت ابی بکر رضی الله عنهما می فرماید که وقتی من عبدالله ابن زبیر را متولد کردم آوردم در نزد پیانبر علیه صلات و السلام و پیامبر علیه صلات و السلام از آب دوهان خود در دوهان عبدالله ابن زبیر گذاشتن یعنی فرزندش فرزند اسما بنت ابی بکر رضی الله عنهما این حدیث برای ما این را میرساند که صحابه رضوان الله علیه مجمعین با آب دوهان پیامبر علیه سلام و السلام هم همچنان تبرک می جستن. این موضوع در صحیح بخاری آمده حدیث اسما بنت عبی بکر در صحیح بخاری روایت شماره 5469 و همچنین روایت دیگری باز هم در صحیح مسلم آمده که در واقع ثابت می کند که صحابه رضوان الله علیه مجمعین به عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم های زیبا و مرواریدین پیامبر علیه الصلاه و السلام هم تبرک جستند مثلا حدیث ام سلیم در این مورد که در صحیح مسلم آمده نشانگر این است که عرق های پیامبر علیه الصلاه و السلام را میگیرد و داخل ظرفی نگه می دارد پیامبر علیه السلام می میخوای چکار بکنی میگه که برای فرزندانم میخواهم یعنی مفهوم حدیث همین است بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم کار کنند میکنن نمیگوین کار بدی کردی و اتفاقا تایید میکنن این کارش را این حدیث در صحیح مسلم آمده روایت شماره 2331 و همچنین ثابت شده که صحابه رضوان الله علیه اجمعین به لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرک جستند شخصی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم لباس می آورد بعد شخص دیگری در داخل مجلس میگوید ای رسول خدا این لباس را به من بدهید لباس خوبی هست بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم مفهوم حدیث است رسول الله صلی الله علیه و سلم این لباس را میدهند به او شخص بعد از آن صحابه میفرمایند و برایش میگویند که کار خوبی نکردی پیامبر علیه السلام با این لباس نیاز داشتند با این لباس نیاز داشتن این کار نمی کردی گفت من نمی خواستم من به این لباس نیازی ندارم که یعنی این لباس را من به تن خود کنم این را نگه می دارم تا اینکه وقتی فوت کردم این را کفنم کنند چون می خواهد با لباسی که پیامبر در وجود خود گذاشتن و لباسی که از پیامبر علیه و السلام بوده چیکار کار بکنه این شخص توسط این لباس در واقع بر... تبرک بجویه این حدیث همچنان در صحیح بخاری آمده روایت شماره 1277 و همچنین روایت دیگری هست که برای ما ثابت می کند که صحابه رضوان الله علیه مجمعین حتی در جایی که انگشتان پیامبر علیه السلام گذاشته بوده از اونجا تبرک می جستند از جای انگشتان پیامبر علیه السلام که گذاشته بوده تبرک می جستند مثلا در این مورد حدیث ابو ایوب رضی الله عنه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه در این مورد در واقع میتواند برای ما دلیل موثق و محکمی باشد در صحیح مسلم این روایت آمده روایت شماره 2053 و همچنین اینکه صحابه به نوشیدنی پیامبر علیه السلام به باقی مانده نوشیدنی پیامبر علیه السلام آنچه که را می نوشیدند صحابه رضوان الله علیه مجمعین به باقی مانده آن آب و نوشیدنی پیامبر علیه السلام تبرک می جستن. همچنان که این روایت هم در صحیح بخاری آمده حدیث شماره 2351 به روایت سهل ابن سعد ساعدی بناهن این مجموع روایات این مجموع روایات برای ما ثابت می کند که صحابه رضوان الله علیه مجمعین به جسم پیامبر به بدن مبارک پیامبر علیه صلات و السلام و همچنین به لباس پیامبر به عرق پیامبر به موی پیامبر و به آثاری که از پیامبر علیه صلات و السلام بوده تبرک جستند و تبرک می جستند و همچنین بعد از وفات پیامبر علیه الصلا و السلام هم صحابه رضوان الله علیهم مجمعین و تابعین و بزرگان به آثار پیامبر علیه الصلا و السلام تبرک جستند و تبرک می جستن که انشاء الله این موضوع را در برنامه بعد به خدمت بینندگان عزیز بیان خواهم کرد چون در این برنامه دیگه بیشتر از این وقت به خدمت ما نیست و در دسترس نداریم بیشتر از این وقت ان الله در برنامه بعدی به این موضوعات اشاره می کنیم که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین و تابعین و بزرگان به آثار پیامبر علیه الصلاۃ و السلام تبرک جستند بعد از فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته